به بخش رتوش آموزش فتوشاپ خوش آمدید. ببینید ابتدا عکس خود رو وارد فتوشاپ میکنید. ببینید بهترین تصویرها باز هم نیاز به رتوش داره. ببینید وقت به خاطر دید بهتر شما میتونیم از قسمت داخل رنج و نی ویندو فور دوتا جی پی جی انتخاب کنید. ببینید دوتا عکس انتخاب شد. ببینید یک عکس دو نماد انتخاب شد. از قسمت داخل رنج و روی از این گزینه کلیک کنیم تا اینا دیده بشه. از اینجا بیایم یک لایه برای تعریف کنیم. از قسمت گزینه سمپل آل لایه را کلیک کنیم. یک دونه از اینا زوم کنیم تا بیتر دیده بشه. یکی دیگه با حالت طبیعی باشه. ببینید از قسمت روی اسپات هیلینگ براش کلیک کنیم. ببینید از قسمت و لکه اضافی روی هر لکه یک کلیک کنیم. با کلیک کردن روی از لکه از پکسل ها دوروبر از اینا و لکر فوتوشاپ خود گم میکنه. ببینید به این شکل ببینید بی ترتیب حاله این عکس رو توش شد و لکه اضافی پاک شد. ببینید حالا اگه ایر بردارم عکس اصلی دیده میشه. ببینید این قسمت ها نگاه کنه. بعض وقتا بعض از قسمت ها عکس نمیشه با اسپاتلینگ براش لکه از اینا رو پاک کرد. باید با هیلینگ براش پاک کرد. ببینید عکس وارد فوتوشاپ میکنیم به شکل ویندو ارنج نیو ویندو دوباره ویندو روی از گزینه تک کلیک کنیم. یک لایه اینجا رو تعریف کنیم. یک سنزی کنیم. ببینید به این قسمت یک قسمت ناپایداری دیده میشه. ببینید از قسمت روی از گزینه موز خود نگاه داریم هیلینگ براش انتخاب کنیم. ببینید به شکل حال کلید حال تحرک کیبورد بگیریم تا امی براش شما یک نمونه برداری از امی مثلا از این قسمت بکنه. این گزینه رو تیک بزنیم و ایرم قسمت این قسمت یا قسمت پایین خواستیم بیاریم مشکل نداره. این گزینه رو تیک بزنیم به اینجا یک کلیک میکنیم حال تیله میکنیم. ببینید به شکل میکشیم. ببینید ببینید آله پاک شد ولی به اسپاتلینگ براش ای نمیشه به خاطر اینکه که فضای زیاده. حالا اگر از اینجا بیایم نگاه کنیم ببینیم که ببینید فقط همون قسمتی که اشکال داشته تغییر کرده و حالا شما میتونید اپسیتی زیر پایین بالا کنیم یا رنگ زیر کم اضافه کنیم. دوباره روی کلیک کنیم ببینیم که عکس ببینید به شکل این قسمت یک تکنیکی از روتوش کردن رو برای شما آموزش میدم که به شکل دیگری است. ببینید ابتدا عکس خود وارد فتوشاپ کنید به این شکل از این لایه یک کپی تهیه کنه. ببینید دیر بگیریم به این قسمت بروی ازی رها کنه. ببینید از گزینه فیلتر آدر های پاس انتخاب کنه. ببینید این بستگی به نوع عکس شما داره. به هر جایی که بهتر دیده میشد عکس شما تنظیم کنه. ببینید عکس ما بروی از این قسمت بهتر دیده میشه. ببینید اوکی کنین. از این قسمت امیج اجاستمنت انورت انتخاب کنین. از این قسمت روی اورلی کلیک کنین. ببینید بشه. حال عکس کم تار شده. برای که بخوایم تاری از زیر گم بکنیم و بی تردیده بشه کار میکنیم. میایم بیزی یک ماسک تعریف میکنیم. ببینید روی از گزینه کلیک کنیم. روی براش کلیک کنیم. از این قسمت فکر شما باشه که سفیدی انتخاب نباشه، مشکی انتخاب باشه یا سیاه انتخاب. تصویر نزدیک میکنیم. ببینید قسمتایی که نمایم صاف بشه شارپ میکنیم. اینو ببینید به شکل. اگه برس شما کلون بده از این قسمت میتونیم راست کلیک کنیم و کوچک بکنیم. ببینید به شکل. یا از این قسمت برس خور اندازه خورده بازار کن. ببینید ببینید حال موهام تار دیده میشه. ما باید موها رو هم شارپ کنیم. ببینید به شکل تا عکس واقعی تر جلا کنه. ببینید ببینید عکس قبلی با عکس فعلی تفاوت بسیار زیاد داره. حال
به خاطر اینکه بخوایم بعد از لکار رو صورت رو پاک بکنیم، از اینجا یک لایه بده تعریف میکنه. ببینید از قسمت روی اسپاتلینگ براش کلیک کنیم و قسمت هایی که لک داره اونا راحت پاک کنیم. ببینید تصویر اصلی با تصویر فعلی، ببینید ابروها رو هم به این شکل میتونیم شما پاک کنیم. ببینید هر قسمتی که خود شما صلاح دیدین شارپ کنیم، ببینید ابروها شارپ. بعضی از وقتا شما یک عکس دارین که به دارید فوتوشاپ میکنیم، میبینید به این شکل فضایی که ما امروز توش کنیم بسیار بزرگه. شما میاییم اول یک لایه بدید تعریف میکنیم، ببینید به این شکل قسمت هایی که کوچیکه به این شکل اونا رو توش میکنیم. بعضی قسمت ها مثل این جایی خیلی بزرگه، یا خواسته باشیم یک قسمت خیلی بزرگه رو به جاده که تغییر بدیم، از قسمت روی از گزینه تلیک میکنیم مرج ویدی بله میدارم، ببینید به این شکل از قسمت از گزینه پچ استفاده میکنیم. ببینید هر قسمت که ما هم تغییر بکنه، اما قسمت رو کلا انتخاب میکنیم و ایر میگیریم به جایی که سالمه. مثلا اینجا سالمه، اینجا سالمه، اینجا سالمه و هر جایی که سالم بدیر میگیریم از اینجا و به اونجا رو میکنیم. ببینید که تغییر کرد. ببینید موهای اضافی رو صورت میتونیم به این شکل شما پاک بکنید. ببینید از قسمت یک لایه بده تعریف کنیم، از قسمت اسپات هیلینگ براش انتخاب کنیم. ببینید از قسمت انتخاب کنیم. ببینید وقتی ما ایر انتخاب کنیم کیفیت عکس میره پایین و نمیتونه دقیق. ببینید اینا رو با هم قاطی میکنه. از این قسمت میایم روی کانتنت اور کلیک میکنیم و هر قسمتی که خواستیم تمیز میکنیم. ببینید به شکل هر چی موی زائد باشه به این شکل شما میتونیم اونا رو پاک کنیم. ببینید اگر یک گزینه تیک داده باشه از مو یک ردی شکلی به جا میذاره. ببینید ترکیب میکنه رنگ مو، ولی اگر کانتنت اور فعال باشه میای رنگا رو تشخیص میده و قسمتای که مثل موه اونار ظاهر نمیکنه. ببینید بشه برای استفاده از گزینه کلون سیستم شما میتونید به این شکل عمل بکنید. ببینید ابتدا از یک کپی میگیریم، ببینید به این شکل، بعد گزینه کلون سیستم انتخاب میکنیم، هر قسمت این گزینه تیک میزنیم، ایرم روی کارن بلیو میاریم و از قسمت روی لایتن کلیک میکنیم. حال بخوایم این ابرو رو صاف کنیم، میایم کلون سیستم انتخاب میکنیم و از قسمت یک نمونه برداری میکنیم و به این شکل میکشیم تا ابرو صاف بشه. ببینید یعنی شما اگر این جگار کلیک بکنید، آلت بگیریم اینج کلیک کنیم، این قسمت هر مثل اینج شما انجام میده. ببینید به این شکل اگر مثلا شما به این قسمت کلیک کنیم، آلت بگیریم از اینج نمونه برداری کنیم، مثلا ببینید این قسمت هر مثل اینج به شما قرار میده. هر قسمتی که مهم نمونه برداری بشه مناسب به مو جای باید باشه. ببینید مثلا اگر از اینج نمونه برداری کنیم، فقط کافیه آلت فشار دیم و یک کلیک بکنیم از این نمونه برداری میکنه، زیر ابرو قشنگ مثل اینجا صاف میکنه. و اگر بخوایم از این قسمت نمونه برداری کنیم، قسمت سفید تره، میای زیر سفید میکنه و کیفیت زیر میندازه پایین میندازه. ببینید به شکل وقت عکس زوم اوت بشه دید نمیشه. ببینید به شکل طریق استفاده از کلون استامپ به شکل. برای اینکه بخوایم چین و چروک صورت رو کم کنیم، باید از گزینه استاندارد استفاده کنیم، یعنی طوری چین و چروک کم نکنیم که صورت شخص بیش از حد جوان معلوم میشه و به صورت طبیعی نباشه. ببینید ابتدا یک لایه از تعریف کنیم، از قسمت ببینید یک لایه بده اضافه شد. حال بیایم روی اسپاتلینگ براش کلیک کنیم، ببینید قسمتایی که به شکل اینا رو پاک کنیم، قسمتایی که خیلی ایره و چین و چروک داره اونا رو پاک کنیم. ببینید به شکل حالا اگه بخوایم یک اکثر ما از دید واقعی نگاه کنیم، خیلی از سن خود جوانتر شده و در واقع تغییر قیافه داده. اگر بخوایم که به صورت طبیعی جلوه بکنه، ببینید از قسمت میاییم اوپاسیتی زیر پایین میاریم. ببینید عکس اصلی به این شکل بده، ما به حد میبریم تا عکس به صورت کم جوانتر معلوم میشه. ببینید به هر اندازه که به نظر شما صحیح بود اور اوکی کن. ببینید حاله بیتر از قسمت آخره. ببینید به هر اندازه که درست بود همونجی اوکی کنیم و عکس خود ذخیره کنیم. ببینید به شکل برای تغییر اندازه عکس و یا قسمت های از عکس میتونیم اول ابتدا بدو یک لایه تعریف کنیم، از قسمت از این گزینه روی مرج ویزیبل کلیک کنیم، از گزینه سلیک فیلتر لوک لوفایل کلیک کنیم
و این قسمت میتونیم به 100 یا 80 در اندازه که خودشون میخواستیم تنظیم کنیم. ببینید این گزینه اکثر فشار میده. ببینید شما این رو باید با دقت بسیار زیاد فشار بده. ببینید هر قسمتی که اضافه میتونیم تنظیم کنیم. ای پس عکس بالا تا اول میاره. ببینید بالا تبی ای اکثر به داخل تله میکنه. ببینید عکس ببینید گم شد. ای اکثر به بیرون میکشه. ببینید مثلا نخواسته باشیم چشم رو بزرگ کنید توسط ازی بزرگ میکنه. ببینید که ای بیشتر از اندازه تبی شد. ببینید به این شکل ای ببینید اگر خواسته باشیم قسمت ها باریک و کلوف بکنه میبینید تحت و تده میشه و ای هم میشه ای بره بر انتقال دن تحت و تده میشه زوم کنیم و راحت قسمت هایی که خواسته باشیم بزرگ و کوچیک بکنیم انجام بده. ببینید بیشه توجه داشته باشین که اینا رو باید شما با احتیاط و بسیار آهسته انجام بدیم چون اگر بخواین که مثل برید تیز انجام بدیم عکس شما بیجا میشه و بدرخت میشه. ببینید به شکل بعد از تغییرات میتونیم اوکی کنیم. ببینید بعضی وقتا میشه که یک قسمت از عکس ما نمیخوایم، مثلا این قسمت ما ضرورت نداریم و باید اینجا حذف بشه و این قسمت بخش زائد عکس که ما میاییم یک لایه از این میگیریم، یک کپی از لایه از این میگیریم، بعد ابزار لاسور انتخاب میکنیم. ببینید از اینجا لاسور قسمتی که نمایم باشه اونجا انتخاب میکنیم. ببینید به شکل از گزینه ادیت گزینه فیل انتخاب میکنیم. ببینید قسمت کانتنت اور فعال باشه و اوکی میکنه. ببینید که قسمت اضافی حذف شد به شکل.